این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا. با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که با صحبت می کردید، صحبت می کردید، مباحثه می کردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، او منطق دارد، لکن با ترور شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود. برای اینکه زندگی ما بی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم. شما را به مقام انسانیت می رسانیم. داکستور میگه من جز به جامعه دانشگاهی هم دوست دارم مبارز رو خرداد سال بعد تو حمایش ترکیه ببینم. خواهی منو ببینی جیگار بالام جان؟ بله. این داکستور جز به جامعه دانشگاهیه. چی تو اون دانشگاه درست میکنید شما داکستور جان؟ اون دانشگاه، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست، تو حواست باشه. خمینی امام گفته خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای هم بدتره. گوش دادید یا نه؟ برای چی شما رفتی دنبال دانشگاه آخه؟ و خمینی که گفت خطر این دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای هم بدتره. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن، تخصص هم شاید داشتن. دقیق میشناسه خمینی واقعا تمام انگلای دورش رو خوب میشناخت. بالاتر هر چه متخصص تر بدتر. ما رو خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامن آمریکا یا شوروی. نمیشد غیر از این، برای اینکه اساس از دانشگاه شروع میشد. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد. تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است
ریشش از دانشگاه بوده، ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده. حالا دکتر جان تو برای چی میری آخه دانشگاه؟ از جامعه دانشگاهی خمینی که به شما این رو گفته، برای چی از جامعه دانشگاهی هستی؟ خمینی دیگه حسن الختام رو گفته دیگه. حالا تو من نمیدونم چه دردی دارید شماهایی میگید من اون جامعه دانشگاهی هست. متاسفانه فیلم های قیچی شده و سانسور شده نشون میدید. این قیچی شده بود دوستان، سانسور شده بود. بابا خمینی داره میگه خطر دانشگاه خطر بام خوشه‌ای بالاتره. این دیگه چجوری به صراحت بیاد بگه اینقدر؟ میگه فیلم های سانسور شده. چی رو سانسور کردیم؟ میگه ادامه فیلم رو بذار. ادامه فیلم همین بود دیگه، تموم شد. خطر دانشگاه خطر بام خوشه‌ای بالاتر، هرچه فسادم بوده از دانشگاه بوده. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید تهذیب بشن اینها، باید اشخاص متعهد چه در حوزه های علمیه و چه در دانشگاه کمر خودشون را محکم ببندند برای اصلاح، که همه تخصص ها در خدمت خود کشور باشد، نه اینکه متخصص بشد و با اون تخصصش ما را به دامن آمریکا بکشد. متخصص بشد و با اون تخصصش به کشور ما ضربه وارد کند. هرچی متخصص تر بدتر. اون وحشتی که دانشگاهی ها از معمم داشتند و اون وحشتی که معممین از دانشگاهی ها داشتند، به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد. دانشگاه و حوزه های علمیه روحانیون می توانند دو مرکز باشند برای تمام ترقیات و تمام پیشرفت های کشور و می توانند دو مرکز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات. دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است و دنیا را دانشگاه می تواند به صلاح بکشد. منشأ همه گرفتاری های یک کشور از دانشگاه هست و حوزه های علمی، و منشأ همه سعادت ها مادی و معنوی از دانشگاه هست و حوزه های علمی. ما عالم اگر فاسد بشد، یه شهر را، یه مملکت را به فساد می کشد، چه عالم دانشگاه باشد و چه عالم فیضیه، فرقی نمی‌کنه. در راجع به سیاست، خمینی میگه اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده، به امریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته،
ملزم کرده است همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور در جماران 18 مرداد 1363. شما ملاحظه میکنید امروز با همه این سختی ها و گرفتاری هایی که برای ایران پیش آمده است و یک دل و یک جهت دنیا برخلاف اسلام هست و با اندازه انگشتان دست ما در دنیا همراه نداریم، معذالک ببینید جلوه اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده شده است، تا کاخهای سفید هم کشیده شده است. در امریکای لاتین هم رفته است، افریقا هم رفته است، مصر هم رفته است. ملزم کردم اونا را به اینکه اظهار اسلام بکنن. ما میدونیم که اونها به اسلام اعتقاد ندارن بلکه مخالفن، لکن این جلوه‌ای که از ایران منعکس شد به خارج، اونها هم که به اسلام اعتقاد ندارن حالا میگن اسلام باید باشد، حدود اسلامی باید باشد. این برکت این جلوه است که از ایران شده است، نه اینکه اونها مسلمان شدن. حالا بنی صدر کی بود؟ جناب آقای بنی صدر و همین مردم کوچه و بازار ببخشید از پاریس آوردن اینجا برای رئیس جمهور کردن، برای اینکه مردی مسلمان است، مؤمن است، خدمتگزار است، دیدار با استاندارهای کشورها که ببخش استاندارهای کشور جماران 18-59 بعد ببخش این آدم یعنی بنی صدر از اول ادعا میکرد مسلمان است و برای کار میکند و کذا من هم از اول فهمیدم دروغ میگوید. قلب‌های صاف و پاک مردم را نگه دارید. این کشاورزها و نمی‌دونم کارگرها و اینها بودن که شما را به استانداری رسوندن، ولی شما را استاندار نمی‌کردن. زمان رضاشاه شما را استاندار بودیم، راه نمی‌دادن شما را توی داره. این مردم بودن که این دولت را به وجود آوردن، به این رئیس جمهور را شروع کردن و از این مملکت را برگردندن، از اون حال که یه حاکمی که وارد یک جایی میشد هزار جور حساد میکرد حالا اونجور نباشد. ما باید درست توجه داشته باشیم به این مسائل و خدا را حاضر ببینیم، همه جا در قلوب ما حاضر است. و این گرفتاری های جزئی که در سطح کشور هست و در بین شهرها هست و این دزدهایی که طرفداری اونها را امریکا می کند و اعلام می کند که باید امریکا طرفدار این منافقین باشد، اینها را انشاءالله به زودی شرشون از ایران کنده بشد، باید وارد اسلام بشید که ضد هر قدرت فاسد است. اینها مدعی از اول ادعای این را می کردن که ما مسلمان هستیم و برای اسلام کذا، و منم از اون اول فهمیدم که دروغ می گند. و بعدم ما مخالف با امپریالیسم هستیم، مخالف با آمریکا هستیم. اینها این هم معلوم بود دروغش، لکن
امریکا فاش کرد این مطلب را.